سلام. بار پیش از ضربه شهریور سال 1350 گفتیم، از دستگیری بنانگذاران و 90% اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران. گفتیم که مجاهدین مقهور ضربه نشدن، گفتیم که نشستن و جمع‌بندی کردن، راه حل درآوردن و گفتیم که تلاش میکردن سازمان رو سر و سامان بدن. نشستن و جمع‌بندی کردن، راه حل درآوردن و مبارزه رو ارتقا دادن. حالا چجوری؟ الان عرض میکنم. این تصویر مجاهد شهید احمد رضاییه. احمد رضایی جز مجاهدینی بود که دستگیر نشده بود و مسلسلهای ضبط نشده هم در دست او بود. ساواک به شدت دنبال این بود که هر طور شده احمد رضایی رو بگیره و خیال خودش رو از هر بابت راحت کنه. ساواک برای این کار طرح مشخصی هم داشت. طرحش چی بود؟ طرح ساواک این بود که از طریق برادرش یعنی رضا رضایی احمد رو به دام بیاندازه و به هدفش برسه. خب بس. آها، داستانش خیلی جالبه. قبل این داستان گفتیم که مجاهدین در زندان به دنبال راه حل بودن. یکی از راه‌هایی هم که بهش رسیده بودن این بود که رضا رضایی رو از زندان فراری بدن تا بتونه تشکیلات بیرون زندان رو سر و سامون بده. حالا این بهترین موقعیت برای رضا بود. طرح ساواک بهترین موقعیت بود؟ دقیقاً. رضا در یکی از ملاقات‌ها و از طریق ارتباطات خانوادگی طرح ساواک رو به احمد اطلاع داد و مجاهد قهرمان احمد رضایی طرح فرار رضا و بیرون کشیدنش از چنگ ساواک رو به اجرا آورد. جان، من به ما میگن ناصر عمومی. امری بود؟ جان، بله، خیابون بزرگ جمهوری. فکرم سوم آذر سال 50 بود. من از صبح اول وقت دیدم که فضای محل یکمی عوض شده، اما موقع دوزاری نیفتاد. بعدم بچه ها گفتن که ساواکی ها اومدن تو همون. آرزم به حضور شما که با سرآغاز عادی اومدن جلو در همون واستادن. همونطور که نگاهشون میکردی نمیفهمیدی ساواکی هنها، اما ساواکی بودن. اینطور که بعدم فهمیدم داستان از این قرار بود که آقا رضا منظورت رضا رضاییه؟ بله بله، منظورم رضا رضاییه. آقا رضا سر ساواکی ها رو کلا گذاشته بود، یعنی یه دفعه گفته بود که احمد اینجا تو این حمومه هست. اونا هم که هول شده بودن قبول میکنن که رضا اول بره وارد حموم بشه و با احمد صحبت کنه.